بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل نهم، حق روسپیگری. صفحه 35. بسم الله العظیم. 1. عفت و عصمت همان مقام بی‌نیازی به غیر است، همانطور که فحشا و روسپیگری و خودفروشی های گوناگون حاصل دریوزگی انسان به غیر است. 2. بی خودی همان بی اسمتی است و خود انسان خداست، برزا انسان به خدا رسیده در خود انسان اهل اسمت است. 3. و اما روسپیگری و بی اسمتی صفتی مختص زنان است که البته چنی نیست و بی اسمتی مردان هم پا به پای زنان در تاریخ حضور داشته است. و چرا بی اسمتی زنان شدیدتر به چشم می آید مربوط به هویت ویژه آنهاست، زیرا زن جمال عریان مرد است و لذا یک انسان عریان در خیابان شدیدتر در خطر است. و این است که مسئله حجاب و عفت تبدیل به صفتی ویژه زنان شده است. 4. عشق مرد به زن همان عشق او به باطن خیش است. مرد در زن به خود می رسد ولی زن خودش هست. 5. این است که بی اسمتی مرد هم در زنش آشکار می شود و زن را ناموس مرد می نامند. 6. یعنی مرد بی اسمت در قبال بی اسمتی زنش هیچ غیرت و حساسیتی ندارد، یعنی نسبت به خودش بی غیرت است. 7. از این منظر بهتر میتوان درک کرد که چرا زن برای انتقام جویی از شوهرش خودش را به فساد میکشد و به سوی فحشا و زنا میرود و این غایت کینه زن نسبت به شوهرش میباشد. و البته زنی دست به این نوع انتقام جویی میزند که شوهرش را نسبت به خودش غیور ببیند. 8. و نیز این که چرا زنانی که به سمت روسپیگری میروند شوهر خود را مقصر میدانند. و البته منطق آنها این است که چون شوهرم منت مرا نکشید و مرید من نشد، من هم از او انتقام گرفتم. 9. زن کافر شوهرش را مرید خود می خواهد که شبان روز وی را بپرستد و چون شوهرش چنین نباشد، به نیت یافتن مردی مرید به سمت فحشا و روسپیگری می رود و این عذاب کفر اوست. 10. برخی می پندارند که زن از روسپیگری خود لذت می برد در حالی که نمی دانند همچون یک معتاد به این عذاب مبتلاست و از آن رهایی ندارد. 11. کسانی که خود فروشی زن را حاصل فقر می دانند یا احمقند و یا خودشان بی اسمت هستند و اسمت را درک نمی کنند که این نیز روی دیگر حماقت است. 12. زن کافر به واسطه ی نیاز شدیدی که در شوهرش نسبت به خود می بیند با این نیاز شوهر تجارت می کند که کمترینش این است که او را بپرستد و دریوزگی کند تا نیاز جنسی او را برآورده سازد. روسپیگری این نیاز زن را در رابطه با هر یک از مشتریانش برای لحظاتی برآورده می سازد و این است راز ابتلای زن به خود فروشی. یعنی پولی که زن از این بابت میگیرد در نزد او یک امر ثانوی است که بعداً ارزش مییابد. یعنی وقتی که دیگر مورد پرستش دروغین مشتریانش واقع نمیشود، یعنی آنگاه که جاذبه جنسی خود را به واسطه بالا رفتن سن از دست میدهد. یعنی روسپیگری با رابطه جنسی آزاد و بدون پول آغاز می شود و تمام ارزش آن برای زن همان چاپلوسی و پرستش ریایی مرد برای لحظاتی می باشد.
و زن با اینکه این پرستش را علناً دروغ می‌یابد، ولی از آن لذت می‌برد. و این است ذات کفر زن که عین حماقت و ریاکاری و جنون اوست. ولذا از چاپلوسی شوهر هم لذت میبرد و دلش میخواهد به دروغ هم که شده هر روز واژه عشق را از شوهرش بشنود. این همان احساس خدایی و اراده به پرستیده شدن است که به روسپیگری میانجامد، که غایت خفت و خاری و لعنت زن است که مرد پول میپردازد و با نفرت کامل شهوت خود را در زن تخلیه میکند و با نفرتی شدیدتر او را ترک میکند. آیا عذابی شدیدتر از این ممکن است؟ این عذاب زنی است که نیاز مردش را به تجارت میکشاند و او را برده خود میخواهد، یعنی وظیفه اش را تبدیل به تجارت می کند و بلکه به تجارت هم راضی نمی شود و شوهر را برده خود می خواهد، ولذا به اشد بردگی دوچار می شود. این حق روسپیگری زن است. 13. زن به جای این که این نیاز شدید مردش را غایت لطف خدا ببیند و شکر کند و حق این لطف را ادا نماید، آن را تبدیل به پلیدترین معامله ممکن می کند. 14. نیاز جنسی مرد به زن بزرگترین و سرنوشت سازترین امتحان الهی برای زن است. سرنوشت دین و دنیای زن برخواسته از پاسخی است که زن به این نیاز مردش می دهد که یا او را در چشم مردش محبوب می کند و یا منفور، و بلکه منفور همه مردان جهان می سازد. زیرا مردان از هیچ زنی به اندازه روسبی انزجار ندارند. کسی که خود را معبود مرد می خواهد مطرود و ملعونش واقع می شود. این حق روسبیگری زن است. 15. هر کسی که می تواند نیاز دیگری را برآورده سازد مورد امتحانی بزرگ از جانب خدا قرار گرفته است و نیاز مرد به زن شدیدترین نیاز انسان به انسان دیگری است که متاسفانه اکثر زنان در این امتحان مردود می شوند. و این است که تعداد زنان حقیقتاً مؤمنه بسیار اندک است. 16. تفاوت زن کافر از مؤمن فقط و فقط در این امتحان زناشویی آشکار می شود. این امتحان کفر و ایمان زن است، انتخاب آدمیت یا شیطنت، و این که کفر زنی که جانماز هم آب می کشد به مراتب هولناکتر و عذابش هم شدیدتر است چون خداتر است. 17. همانطور که امتحان دوم زن در مقام مادریت است که حاصل نیاز بچه به مادر می باشد، و این که مادر در این مقام با بچهش چه معامله ای می کند. این امتحان متعاقب امتحان اول است و نتیجه طبیعی نمره ای که در امتحان اول کسب نموده است. کسی که با چنان تجارتی پلید با شوهر خابیده حاصل این همخوابگی را چه می کند؟ حربه ای بر علیه شوهر. 18. زنی که شوهرش را برده خود می خواهد معلوم است که بچه اش را بنده خود می خواهد، زیرا بر حسب ظاهر هم او را به دنیا آورده و گویی خالق اوست. 19. از آنجا که بچه موجودی نیست که مثل شوهر بتواند با زن تجارت کند، لذا موجب عذاب روح مادرش می شود و این است علت نفرت زنان از بارداری و زایمان و بچه داری، و به هر بهانه ای از خانه می گریزند و بچه را هم تحویل مهد کودک می دهند. این ادامه همان روسپیگری است، همانطور که زن روسبی هم اگر حامل شود بچه را کنار خیابان می گذارد و می رود، و
ولی چون این بچه به نام او شناسنامه خورده است، چاره این ندارد که تحملش کند، ولی خودش بگریزد و تازه ادعای ایثار کند که مشغول پول درآوردن است به خاطر عشق به همسر و فرزندش. ولذا این پول نیز نفت دوزخ زندگی است. 20. زنان فرزند کش در عصر ما فراوانند. اینان کسانی هستند که نتوانستند فرزند خود را هم مثل شوهر برده و بنده خود سازند. شوهر گریخته و بچه بیچاره باقی مانده است. 21. در یک کلام، روسبیگری زن حاصل احساس خدایی و اراده بپرستیده شدن است به واسطه شوهر و فرزندان، لذا تمام وجودشان پر از کینه نسبت به شوهر و بچه هاست. این کینه آنان را به سوی روسبیگری می برد. این روسبیگری در جستجوی یافتن مردی است که آنها را بپرستد، و فقط مردان هرزه و رزل تظاهر به پرستش می کنند تا به مقصد خود برسند، و این جستجوگری گام به گام آنها را تبدیل به یک روسبی می کند. آنها خود را روسبی نمی دانند، بلکه شهیدان عشق می خوانند، که هیچ کس پیدا نشده که قدر عشق آنها را درک کند و آنها را چون خدا بپرستد. ایشان به جای انجام وظیفه در خانه، عشق خدمات ویژه به بیگانگان هستند تا مورد ستایش واقع شوند. این خدمات ویژه به تدریج آنها را به سوی روسبیگری می کشاند. در نظر این زنان، بدترین و بیرحمترین و بی‌عاطفه‌ترین مرد روی زمین شوهر آنهاست و هر مردی بهتر از شوهر است. این است اندیشه روسپی. حتی بسیاری از زنان از غایت کفرشان به روحانیت روی می آورند، و این است که خداوند اکثر آنها را فاسقان نامیده است. 22. این است که در کنار خیابانها و در عشرتکده‌ها و روسپی خانه‌ها شاهد متکبرترین و کافرترین و قسی القلبترین زنان هستیم، زیرا اینان حتی در قبال نانی که در خانه شوهر می‌خورند برای خود وظیفه همخوابگی قائل نیستند، ولی با هر مردی که حاضر باشد اعلان کند که تو بهترین زن روی زمین و بلکه فرشته آسمانی و اصلا خود خدایی مفت و مجانی می‌خوابند و یک چیزی هم دستی می‌دهند تا ثابت کرده باشند که تشخیص این مردان کاملا درست است. ولی همین‌ها به جایی می‌رسند که مجبورند پول بگیرند. در اینجاست که به آنان تفهیم می‌شود که این همان کاری بود که قرار بود به عنوان وظیفه در رابطه با شوهر و بچه‌هایت انجام دهی، با این تفاوت که در خانه به عنوان روسبی نگاه نمی شدی، بلکه همسر و محبوب و همسر نبشت و مادر تلقی می شدی. حالا این پول را بگیر و خودت را بفروش. این جزای وظیفه نشناسی و احساس خدایی توست. تو خدا نبودی و بلکه بشر بودی که مورد لطف خدا از وجود شوهرت قرار گرفته بودی. تو خواستی از طریق این لطف خدا، خدا را به پرستش خود بکشانی، و اینک مورد لعنت خدا و خلق خدایی و بلکه خودت هم خود را لعنت می کنی. اینک لحظه توبه است. تا دیرتر نشده بنده خدا شو تا یک بار دیگر مورد لطف خدا قرار گیری، تا مردی نظری هم به بالا تنعت بیندازد تا تو را شریک زندگی سازد، نه مستراح شهوت خود. زن روسپی مستراح شیطان است در طبقه هفتمه جهنم. 23.